مجدد خدمت دوستان عزیز، سلام سلام، در خدمتون هستیم با کلایو مکالمه سوپر ادوانس با استاد قلی زاده. دوستان، من چون لایو رو دوباره شروع کردم دوباره تکرار میکنم، ما هر شب رأس ساعت 10 کلایو آموزشی برگزار میکنیم. گاهن به خاطر یک سری مشکلات یا ضعیف بودن اینترنت یا یک سری بابای اینستایی که اصلا دست ما نیست، به ناچار مجبور میشیم با یک کم تاخیر لایو رو شروع بکنیم، ولی حالا اگر 4 دقیقه 5 دقیقه بعدش بود، مطمئن باشین که ما لایو رو برگزار خواهیم کرد. کلایبمون یوتیوب ذخیره روشن کنید، چه یوتیوب سرچ کنید انگلیش توربو، کل کلایبای ما رو براتون میاره. استاد جان، میبینم توی لایو هستین. سلام خانم بهرمی. سلام سلام، خوبی؟ شما خوبی؟ من شما خوبی، مرسی. یه چند دقیقه من به این مرد، بعضی دارم خیلی بعضی بامزن این کامنت ها رو، یکی از هابی های خود من، فکر میکنم یکی از سرگرمی های خیلی از مردم این باشه که کلا کامنت بخونن، کلا کامنت خوندن و زیر پستا و تو این لایو خیلی خنده داره. این مرد دقت کن مردم چی میگن، بعضی ها یعنی به یه چیزایی دقت میکنن. یادم میاد تو یکی از لایو های یه نفر از بچه ها میگفت که مگه هنوزم از این پیریزا وجود داره؟ بعد من بعد دیدم که بنده خدایی که خب داشت تو لایو صحبت میکرد، نمیدونم مثلا پیریز از کجا دیده بود، پیریز مثلا خب خدایش هم پیریزش قدیمی بود، ولی نم چی دید، یه چیزایی میگن خنده دار، اون خندهش میگیره. الان توی قسمت بعدی، قسمت قبل داشتی صحبت میکردین اسم میگن الافی، مگه نه شما رو که نگفتم، گفتم بعضی از این برای بچه که مثل خودم شیطونی میکنن. توی لایو قبلی گفتید خانم آیسان، اگه اشتباه نکنم خانم آیسان، یک ساعت پیش با هم کلاس داشتیم و هم کلاسیشون انقدر اینا پیشرفت کردن، یعنی من تقریبا یک ساعت نیمه کلاس امشب اون همش مشغول تشویق کردن بچه‌ها بودیم، انقدر خانم بهرامی پیشرفت کردن، انقدر پیشرفت کردن که میگم یک ساعت و نیم تا همین قشنگ داشتیم برای این بچه‌ها جیغ و کف و سوت و اینجور چیزا میفرستیم براشون. خیلی خوبه این خانم آیسان، فکر میکنم هم کلاسیاشون هم باشن. اتفاقا کمنو بستم. خب بریم خانم بهرامی. بله ما آماده هستیم. خب پس بریم ببندیم بریم روی آره ببندیم و بریم. مرسی، لطف دارین شما، مرسی. خب اگه موافق باشین شما خانم مقدم که هستن، بچه های اکسپرسی هستن، بچه های اکسپرسی امروز، بچه که میخوان در واقع اکسپرس رو بگذرونن، امروز فکر میکنم آره دیگه جمعه آخری مهلتش، فکر کنم پنجشنبه آخری مهلتش باشه. خب بریم روی لپتاپ و من شروع کنم ببینم مجرد چقدره. بریم. بله یکی از این موضوعات کلن رایج رو میگیم کامن، یکی از موضوعات خیلی رایج و کامن توی کلن صحبت روزمره و البته آیلتس، بحث صحبت کردن در مورد فصل هاست، سیزنز. خب پس یکی از رایج ترین one of the most common subjects, one of the most common set of questions is to ask IELTS candidates to speak about seasons. Okay, پس کامون چی رایج، راجب چی میخواست؟ راجب فصل ها. این که اصلا تو فصل های مختلف چه اتفاقی میفته، تو فصل های مختلف چه فعالیت های خیلی کامن هستن، چه فعالیت های خیلی پاپیلر هستن. همونجور که میدونیم خب ایران کشور 4 فصلی ها، من راجب ایران خودم صحبت میکنم دیگه، ایران is our home country، ایران وطن ماست، ایران is our phone country، home میگم phone country، ایران is our home country. یه کشور 4 فصلیه، ایران is a 4 season country. خانم بهره بنویسین a 4 season country. یه نکته رو بگم بعد ادامه بدیم. a 4 season country. خانم بهرامی 4 چهار ها، 4 فصل، 4 فصل جان، 4 فصل اون 4 منظور 4 فصل. اوکی یوشتو عدد. پس this is a 4 season country. چرا من اینجا به این سیزن اس ندادم؟ چون این 4 season در واقع نقش صفت رو داره بازی میکنه. 4 season اینجا یک واحد در نظر گرفته میشه و نقش صفت رو برای کانتری داره. پس ایران is a 4 season country. What are the seasons? The first season is the spring, the second season is the summer, the third season is the fall, and the fourth season is the winter. پس فصل رو که همه بلد دیگه، نیازی به نوشتن نداریم. Spring,
summer, fall, winter. اولین فصل چیه؟ Spring is the first season. ببینیم مردم چی کار معمولاً تمایل دارن انجام بدن. اصلا سوالش خیلی معروفه. میگن What do people tend to do? Yeah, what do you tend to do? What do your fellow citizens, your fellow countrymen, کلمه برمینا بنویسین. What do your fellow citizens tend to do in the spring? یعنی همشهریای شما، هم وطنهای شما معمولاً چه کاری انجام میدن توی بهار؟ What do your fellow countrymen tend to do in the spring? Okay. In the spring. They tend to do. Often in the spring. Often. Yeah, in the springtime. فرق میکنه. یه لحظه من صفحه‌مو کوچکترش کنم از خواهی میکنم. آره که بچه ها ببینن این چیزو. بچه ها این سوال دارن ببینن. فونت یه ذره کوچیک کنی. یه ذره کوچیکتر. یه ذره مینیمایزش کنی. فکر کنم بچه ها ببینن. یه ذره دیگه. یه هنه دیگه. یه کوچولو دیگه. کلا رفت بیرون. خوب شد. اوکی. اوکی. پس what do your fellow... خسته نباشی؟ What do your fellow citizens tend to do in the spring? خانم بهرامی این fellow countrymen برای بچه‌ها می‌نویسین fellow countrymen؟ یعنی چی؟ Fellow countrymen همون هم وطن. Fellow citizen همشهری fellow countrymen هم وطن. خیلی بد شد و زرب قشنگ‌تر بود خانم بهرامی. زرب بهتره چشم. مرسی. I'm not good at computer stuff. الان لپتاپ بود این دست دختر کوچولوتون داره بازی میکنه. یه بار دیگه سوالتون رو میگیم، من آخرش رو متوجه نمیشم. نه خواهی، اصلا سوال نبود، فقط شما همون فلو کانتری من اضافه کنیم. فلو کانتری من، فلو کانتری، فلو کانتری من، آفاین فلو، همون فلو سیتیزن که نوشین، حالا فلو کانتری من، فلو کانتری من، آفاین فلو، باریکالا countrymen. Mate. نه نه countrymen. Countryman, countrymen. Okay. Okay. بله. آفاین. این میشه هموطن. پس همشهری fellow citizen. هموطنهای شما fellow countrymen. پس این سوال خیلی معروفیه تو صحبت روز مهارا. خب از همدیگه میپرسیم. یا کنم مردم چیکار میکنن تو بهار؟ چیکار میکنی تو بهار؟ خب اولا فصل مورد علاقه چیه؟ بهار چجوریه؟ مردم چیکار میکنن؟ کلا سوال عامیانه هستن. بالاخص توی آیلتس از اینجور مدل سوال زیاد میبینید. میگن که what do your fellow citizens یا what do your fellow countrymen tend to do in the springtime یا in the spring. خب من اولین اتفاقی که باید تو ذهنم رقم بزنم اینه که ایده پردازی کنم، ببینم من میخوام از خود بچه ها، کاشکی خانم بهرامی میتونید یک لحظه باز کنید کامنت ها رو، من میخوام از خود بچه ها کمک بگیرم برای ایده پردازی. من کمک، فقط کمک میکنم، سرنخ بهتون میدم، شما به من کمک کنید. خب سوال من اینه، وقتی این کلمه بهار، همون تو فارسی، وقتی کلمه بهار تو ذهن شما خطور میکنه، خب when you think of the word spring what comes to mind، چی تو ذهن شما میاد وقتی به بهار فکر میکنید؟ چی به ذهن شما خطور میکنه when you think of spring what comes to mind؟ بچه ها به من کمک کنید لطفا، به من بگید فقط آفرین. پس به سفر رفتن میشه go on a trip. مرسی. Traveling, flowers. آفرین. Cool weather. مرسی. Students, examinations یا exams. نوروز. آفرین. من نوروز میگشتم. نوروز. شکوفه. طبیعت. زیبایی. گل. دشت. سهرابی. کلا. Smelling of a. Smell of a. Aid. Blossoms. شکوفه. آفرین. چیزای تازه. آفرین آفرین آفرین. Persian New Year. آفرین. New plans که بهش میگن یادم رفت چی میگن. Resolution. Flowers. آفرین. خب حالا که پس با کمک همدیگه ایده پردازی کردیم، ببینیم در مورد آفرین به همدیگه، مرسی خانم اسدی، پس به همدیگه کادو دادن، خلقت زندگی دوباره living در واقع rebirth یا
to be born again یا to be reborn. Have seen آفرین. این سنت های قدیمی چی میشه؟ Old یا آره دیگه old traditions. گیاهان دارویی. Old traditions, old customs. مرسی. به دل طبیعت رفتن آفرین. Go to nature. دید و بازدید کردن. To visit relatives. آفرین. Giving and receiving birthdays, gifts. Have seen آفرین. آفرین. خب الان بچه‌هایی که مشکل اسپیکینگ خیلی خوش اومدین. الان بچه‌هایی که فکر میکنن یعنی در واقع خیال میکنن مشکل اسپیکینگ دارن بدونن که مشکل اسپیکینگ نیست. اولین اتفاقی که تو ذهن شما باید بیفته اینه که بتونید ایده پردازی کنید. یعنی چی؟ یعنی که یه کلمه رو مثل همین اسپرینگ رو در نظر بگیرید تو ذهنتون، بعد ببینید چه واژه‌هایی رو حول محور این اسپرینگ میتونید تو ذهنتون تداعی کنید. اوکی؟ همون چیزی که خودتون گفتید. حالا مرحله دوم، حالا که من ایده دارم، کلی هم عبارت توی فارسی توی انگلیسی دارم، تنها کاری که الان باید بکنم اینه چیه؟ اینه که اینا رو به هم بچسبونم. خب پس الان ایدی دادن، مرسی. پس الان ما میخوایم راجع به نوروز بهار صحبت کنیم. We are going to speak about the first season spring. Offline green. Spring شروع کننده یک سال جدیده. Spring marks خانم بهرام، اینو برای بچه ها میگم. Marks offline go shopping هم هست. Offline go shopping و window shopping. تازه خونه تکونی هم داریم. Do the spring cleaning. Many people خانم فرزانه، بعد یه مدتی میگم این ماجرای کرونا از بین بره، من بتونم برم بالا، چون الان میگم کلا برقرار خاموش کردم. من مجبورم تو ماشین چیز کنم، کلاس کلایب رو برگزار کنم. بلا فاصله بعد از این اتفاقات حتما میریم سراغ تخت وایت بورد خودمون. خیلی از مردم تمایل دارن یا معمولا توی ایام نور چیز بهار خونه تکونی میکنن. Many people tend to do the spring cleaning in early spring. خانم بهرامی اینا رو لطفا برای بچه‌ها بنویسین. Early spring, mid spring, late spring. اول بهار، وسط بهار، آخر بهار. مرسی. Early, mid, late. آفرین. پس خیلی ها اوایل بهار معمولا خونه تکونی میکنن. Many people tend to do the spring cleaning in early spring. بهار آغاز کننده خب طبیعتاً یک سال جدیده. Often spring cleaning. The spring marks the beginning of a new year. Okay. پس بهار، spring آغازگره، میگی marks. Spring marks the beginning of a new year. برای بچه ها می نویسی خاله بهرامی مارکو؟ مارکو نوشتن. نوشتی، مرسی. آن راست میگی. پس آفرین. Spring marks the beginning of a new year. Okay. خیلی از مردم، حالا بذارید بچه ها، ما الان یاد گرفتیم که خیلی از مردم بلدی خودتون دیگه، سطح مثلا پیشرفته است. خب معمولا میشه tend to، به سفر رفتن هم میشه go on a trip. شما حالا با کمک هم دیگه بنویسیم که آقا خیلی ها توی بهار معمولا میرن به مسافرت. حالا برای بچه ها میگن نوشته هاتون انگار خانه نیست، میتونید زرد کنی، یعنی فوند چیز هایلایتش زرد بشه مثل مارک. یه کنترل آل بگیرید همه رو زرد کنید بچه ها بتونم ببینن. راست میگم فکر کنم از بعد. آها مرسی فکر کنم بهتر بشه. مرسی. خیلی ها در فصل بهار معمولا میرن به مسافرت. Many people tend to travel in spring. Fine. Most people usually go on a trip. Yeah, most people usually travel. فرق نمی کنه. خوشگل ترش. مرسی خانم منیجر. مرسی. Most people tend to travel in the spring. Yeah, in the springtime. Fine. مرسی. عالی. Fine. خانم بهرامی برای بچه ها بنویسی تا مشغولن. به شمال رفتن میشه. چی میشه بچه ها به شمال رفتن؟ Travel north. آفرین. متنو بری کلا. آفرین.
مرسی آقا صالح، آفرین. باریکلا. چه واو. Albeit an official ceremony. افسوس چه قشنگ. به شمال سفر کردن travel north. خیلی ها معمولا سفر میکنن به شمال. Many people tend to travel north in early spring. بعضی ها هم تمایل یا ترجیح دارن ترجیح میدن. بعضی ها هم ترجیح میدن سفر کنن به جنوب ایران. Some people prefer to travel south. Some people prefer to travel west. And some people prefer to travel east. Okay. تعداد کمی از مردم. بچه ها تعداد کمی دیگه همه بلدن دیگه. تعداد کمی چی میشه؟ تعداد کمی فرق travel و trip هم بهتون میگم. travel رو شما به عنوان فعل استفاده کنید که زیاد ایرادار نشه. آفاین. تعداد کمی خانم بهرامی. آفاین. some people a few people لیست بچه ها لیست برای غیر قابل شمارش هست. آهان، تعداد خیلی کمی از مردم a few people تعداد کمی از مردم ترجیح میدن بمونن توی زادگاه خود یا کلا شهر خودشون. A few people prefer to stay. تکرار میکنم. A few people prefer. یا فرق نمیکنه. Prefer to stay یا tend to stay in their own cities. مارک اینجا یعنی آغازگر. وقتی میگیم spring marks the beginning of a new year یعنی اینجا آغازگر یک سال جدیده. پس a few people prefer to stay in their own cities. مرسی. در اواسط بهار خانم بهرامی، اواسط بهار رو داشتیم، چی میشد اواسط بهار؟ in the mid spring. مرسی. در اواسط بهار in mid spring. تکرار میکنم. in mid spring دمای هوا افزایش پیدا میکنه یا اصطلاحا میگیم هوا گرم میشه. In mid spring the temperature. تکرار میکنم. In mid spring the temperature rises. یا خوشگلتر. In mid spring the temperature tends to rise. بنویسید in mid spring the temperature tends to rise. آفرین. Mid spring باریکلا. آفرین. آفرین. In mid spring the temperature tends to rise. آفرین. آفرین. آفرین ها رو با من اینا ساخت. بله با شما و بقیه بچه ها. همه بچه ها مستوب میشه. خیلی ها دید و بازدید میکنن از فک و فامیلا. Most people. خب right. آفرین. پس در اواسط بهار، من قبلی ها تکرار کنم، in mid spring the temperature tends to rise. در اواسط خیلی ها many people ترجیح میدن که از اقوامشون دید و بازدید کنن، همون کاری که همه همون میکنیم. Most people tend to visit their relatives in the spring. یا in a spring. خب پس most people tend to visit their relatives in spring. بیشتر مردم دید و بازدید میکنن که همه میدونیم. خانم بهرامی دید و بازدید کردن چی میشه؟ نمیدونم. آفرین. ویزیت دیگه. خودتون قبل امروز داشتیم بچه‌ها گفت ویزیت. موست پیپل ویزیت ریلیتیو. آفرین. ویزیت دی ریلیتیو. امروز داشتیم بچه‌ها میگفتن خودتون. موست پیپل پریفر. یا یکی از بچه‌ها مثلا که توی کامنت ها خیلی گرس نشه بفهمه شما نوش جونتون دوست عزیز. خب دوستم خیلی گرس نشده. خب پس most people tend to visit their relatives in springtime. Okay. یه نکته بسیار مهم. ببین من الان با کمک همدیگه یک دست و پا شکسته که چه عرض کنم، خیلی هم اتفاقا خوشگل داشتیم در مورد بهار صحبت می‌کنیم. داریم در مورد بهار صحبت می‌کنیم. پس داریم راجع به بهار صحبت می‌کنیم به عنوان اولین فصل. حالا من می‌خوام کورس صحبتامو عوض کنم. اوکی. من می‌خوام این مسیر صحبتامو عوض کنم. می‌خوام بگم و اما در مورد تابستون. پس من راجبه خیلی لطفا خانم بهرامی اینو بنویسین حسابیم دورش ستاره متاره بزنین چون خیلی مهمه. تقریبا کسی استفاده نمی‌کنه و همه اشتباه استفاده می‌کنن. باری کلا ببین خانم میز منیجر
مشخص بچه‌ای که خودمون با هم بن توربویان دارن درست در واقع تایپ میکنن. دقیقا همینطوری باریکلا. راجب بهار صحبت کردیم، حالا میخوایم راجب یک چیز دیگه صحبت کنیم، و اما در مورد باریکلا پاییز، ببخشید تابستون، باریکلا as for the summer، باریکلا as، مرسی از بچه ها، بنویسین شما as for the summer، آفرین، as for the summer، و اما در مورد تابستون. خب بیزاری یواشتر میگم، مرسی. و اما در مورد تابستون، as for the summer، یه دوستی داریم این پایین، هر تو هر حالتی هست داره خودش رو توصیف میکنه، من نمیدونم چه شی منده خدا. هایدشون کردم استاد، ریپورتشون کردم. نه اشکال نداره، بذار بنده خدا حالت خودش رو هر جور هست تو هر حالتی هست وصف کنه. یه چند دقیقه پیش داشت قضا میخورد، الانم که داشت. خب و اما در مورد تابستون، بچه ها ببینید، من داشتم راجع به بهار صحبت میکردم با کمک خودتون، بعد حالا کورس صحبت رو عوض کردم، گفتم و اما در مورد تابستون. اینجاست که از اون عبارت بسیار پرکاربرد و تنها عبارتی که میشه اینجا استفاده کرد، میگیم as for the summer. خب حالا شروع میکنم راجع به تابستون صحبت کردم، اگه دیدم ایده، لغت یا اصلا کلن حرفام تموم شد در مورد اون موضوع خاص، بخوام عوضش کنم از as for استفاده میکنم. اوکی as، مرسی، as for the summer. حالا میام راجع به سامر صحبت میکنم، بیام راجع به سامر صحبت کنیم. آقا تابستون فصل مورد علاقه من نیست. آفرین دیگه بچه باری کلده دیگه، خودشون دمشون گم، آفرین بچه ها دمشون گم، خودشون دارن قشنگ همکاری میکنن، آفرین باری کلده. من فقط با کمک جملات شما بیشتر در واقع جملات شما رو میگم و یه ذره تحصیل میکنم. summer is the second season of the year. Summer is the second season of the year. Summer is super hot. Yeah, it is super hot in the summer. خصوصاً وسط تابستون. Especially in midsummer. یه همه میدونی من جملات خودتون دارم میخونم. آفرین. آفرین. پس تابستون فصل مورد علاقه من نیست واقعا. Summer is not my favorite season at all. At all هم حالا من دوستان آخرش بذارم که میدونید یعنی چی. Summer is not، مرسی خانم بهارمی، Summer، مرسی، is not my favorite season at all. At all یعنی تابستون فصل مورد علاقه من نیست به هیچ عنوان. حالا چرا شروع میکنیم بحث کردن. It is super hot in the summer. It is super hot in the summer. خصوصاً especially in midsummer. دما رو قبلاً داشتیم. The temperature میره بالای 50 درجه. The temperature rises to 50 centigrade. پس the temperature rises to 50 degrees. درجه. درجه هم می‌نویسیم برای بچه خواهی برنامی؟ چیه به نیستم؟ درجه degrees. Degree. آفرین. چه قشنگ باری کرده. دقیقاً پیپ، دقیقاً مردم عرق میکنن باری کرده. پس the temperature tends to rise to 50 degrees. آفرین. دمای هوا باری کرده میره بالای 50 درجه. آفرین. بچه ها میگن که people tend to sweat. مردم عرق میکنن. آفرین خانم برنامی. مرسی خانم برنامی. آفرین. بیشتر مردم هم که خب دوست دارن برن سفر. Most people tend to travel. آفرین. بچه ها میگن شمال و ویلا و به حال مهدیه تهران. دقیقا باری کلا اون داستان معروف است. آفرین. The temperature باری کلا increases باری کلا. Okay. آفرین. Most people tend to travel. آها باری کلا بچه ها نوشتن که تابستون معروفه به خاطر میوه های مختلفش. Summer is famous for tend to. ببینید خانم برنامه نوشتیم قبلا tend to، یه باری هم داشته باشیم. Tend to یعنی معمولا،
من معمولا میرم مسافرت. I tend to travel. حرارت دیگه دما معمولا. The temperature tends to. معمولا دما میره بالا. The temperature tends to go up یا rise. The temperature tends to go down. Yeah, the temperature tends to drop. آفرین. خیلی باری کلا. خیلی ها معمولا میرن شنا کردن. میرن شنا کنن. Some people tend to go swimming. I'll find. Some people tend to go swimming. آفرین. دقیقا tend to مثل usually. آره. مرسی از خودتون خانم میترا. مرسی. در آفرین. آفرین. مرسی. آفرین. باری کلا. میگن که summer is famous for its tasty fruit. یعنی خب تابستون معروفه به اون میوه های خوشمزه و لذیذ و آبدار و اینجور چیزاش. مرسی. میگم من خودم هم I personally tend to travel in the summer, especially midsummer. خب آفرین. Hello. من یه سوال از شما بپرسم. الان من میخوام بگم و اما در مورد پاییز. حالا من میخوام کورس صحبت رو عوض کنم. مثال راجبه بهار، راجب تابستون صحبت کردم، میخوام بگم و اما در مورد پاییز. حالا دیگه راجب پاییز صحبت کنیم چی میشه؟ حالا با توجه به چیزی که قبلا داشتیم و اما در مورد پاییز. سلام سلام، شما بخیر. خیلی خوشحالم که جمله ای رو بگم. جان به حتما. سلام خواهش میکنم. من اول لایو خدمت دوستانم عرض کردم یه سری باگای اینستایی زیاد شده، بر ما هم پیش اومده. ما لایو رو تا آخر پیش رفتیم ولی تقریبا مثلا 2-3 دقیقه آخر یهو لایومون قطع شده. متاسفانه ما سیف نداشتیم لایو رو، حتی تو آرشیومون هم نمونده بوده. اگر سلام میدونید، چون طولانی شده الان لایومون، هر چیزی امکان داره. تقریبا 3 دقیقه. اگر سلام بله مثلا متوجه نشد. خب من فقط یه نکته ای رو خانم بهرامی یه نکته رو بگم. خب بچه‌ای که الان تو لایو هستن و بعدن لایو رو میبینن، یه خبر بعد بدم به بچه‌ها. اگه آماده باشن یه خبر بعد به بچه‌ها بدم. من نمیتونم ببینم بچه‌ها چند نفر لایو، چند نفر چیزا. حالا درست دار. یه خبر بعد به بچه‌ها بدم. واقعا یه خبر بده. چیزی رو که بچه‌ها نمیدونن، فکر می‌کنم ازش آگاهی ندارن، راجع به اون دوره کاملا میگم بی‌نظیر. باز همیشه گفتم، باز هم میگم، تمام قد پشت این ادعا همیشه وایسادم. اون دوره بی‌نظیر که تا قیامت هم رو دستش نمیاد، اون دوره توربو تاک، بچه‌ها میگن قیمتش خیلی پایینه. قیمتش خیلی پایین نیست خانم بهرامی. تا پایان این دوره 50% تخفیف خورده و امروز فردا هم تموم میشه. خانم بهرامی 3 سال این تخفیف 50% داره و چیزی هم نموده تموم بشه، لولای آخرشه. و من از الان به بچه‌ها بگم، بعدم شرمنده‌شون نشم. این میگم البته اینم بگم خانم بهرامی، طبق تحقیقاتی که بعد تحقیقات میدانی که انجام دادن، این دوره توربو تاک رکورد شکنی کرده. یعنی تو کمتر از 3 سال نزدیک 10,000 تا زبان آموز داره، تقریبا 10,000 تا طبق آماری که من دارم. 3 ساله با این تخفیف داره در واقع خدمت مردم ارائه میشه. این 3 ترم آخرش هم تمام بشه که دارن بچه‌ها ادیت میکنن و آپلود میکنن، دیگه این 50% تخفیف قطعا ارائه نخواهد شد و تمام. من حرفمو زدم دیگه. این دوره یه توربو تاک رو بگیرید اگه زبانتون خیلی هم خوبه. از اول نگاه کنید، بعد میگید دمشون گرم و دم خودمون گرم که این دوره از اول نگاه کردید. دقیقا هم دوره تخم کفتر. دقیقا. مرسی از خودتون آقا پرویز گل. مرسی فداتون. این توربو تاک رو خیلی جدی، خیلی جدی بگیرید. معجزه میکنه و به جرئت میتونم بگم تنها دوره یه که معجزه میکنه و تمام. خب مرسی آسا جان، من خیلی عذرخواهی میکنم که صحبتتون رو قطع میکنم. اگر موافق هستین ادامه این بذاریم برای بچه های توربو تاک اینجا زیاد هستن دارن تعریف کنن. مرسی، شما لطف دارین. برای دیدن توربو تاک بچه ها وارد وبسایتمون englishturbo.com بشین یا همینجا دایرکت برین. بچه ها خبر بعد اینجا اینه که ترمای بعدی هم گرفته شده. تمام بچه ها دارن ادیت میکنن، بلافاصله دارن آپلود میکنن و بودو تون دارن آپلود میکنن که این تخفیفشو بردارن.
حالا من نباید به شما بگم ولی بهتون میگم لطفاً این دوره رو شروع کنید تا این 50% فراش نشده. بگید تور با تاک راهنماییتون میکنن، بگید لطفاً خواهشن از اول تماشا کنید. من برم دیگه الان احتمالاً از پارک میشیم بیرون هر جفتمون. آره یه مقدار الان ریسکش زیاده. ادامه دادن دوستان آره. کلاه به استاد قلی زاده و استاد عزیزی جابجا شده. استاد قلی زاده سه شنبه ها ساعت 10 شب، پنج شنبه ها استاد عزیزی کتاب 504 رو کاور می‌کنیم. ممنونم من فقط بگم من برم 5 ثانیه توربوتاک در حال حاضر 280,000 تومانه، امروز فردا تمام میشه اون در واقع تخفیف میشه 600,000 تومان، پس اینو بگیرید تمام. خدا بس من برم. شبتون بخیر باشه دوستان، شب خوبی داشته باشید.